شاید در تاریخ افغانستان حوادث زیادی از این دست اتفاق افتاده، از حوادث دردناک دوره امیر عبدالرحمن خان در مناطق مرکزی گرفته تا زمان مثلا تجاوزات خارجی از انگلیس تا آمریکا. اما دردناک این حوادث به این دلیل است که توسط خود هموطنان ما، توسط شهروندان خود کشور، توسط کسایی که خودشان از افغانستان میدانن این اتفاقات واقع شده، نه اینکه نقش مستقیم خارجی ها در این امر داشته باشند. نه تنها که طالبان مسئولیت و همون زمان هم پذیرفتن، هیچ و هم از پیشگاه خانواده های شهدای یک اولنگ عذرخواهی نکردن و عفو هم نخواستن. نه تنها عفو نخواستن، حال اونا ما را عفو کردن، ما را که هیچ جرمی را مرتکب نشدیم، مردمی که هیچ کسی را به قتل نرسانده، کسانی که به خانه هیچ کسی تجاوز نکرده، کسانی که به هیچ به قریه و روستای دیگری به خاطر اعمال فشار و زور و ظلم نرفته، اینا را به همی جرم به محکوم میکنن و دوباره عفو کردن. اونا میگن ما بخشیدیم، در حالی که این مردم هیچ جرمی را مرتکب نشده بودن که اونا ببخشن. من امیدوار هستم که یک روز فرصت محاکمه تمام کسایی که حالا از هر اردوگاه چپ راست افراطی چپ افراطی یا هم از هر عنوانی که آمدن به جنایت کردن و مردم بیگناه را کشتن، یک فرصت محاکمه و دادگاهشان مساعد شود. اما اگر احیانا مساعد نشد، که متاسفانه من بیاد ندارم که فرصت ها مساعد شود، خصوصا در افغانستان، حداقل یک مذرت خواهی صورت بگیره، حداقل از تکرار یه حوادث جلوگیری صورت بگیره، حداقل به خانواده های قربانی ها عرض گذاشته شود. این مسئله در تمام دنیا هست. شما میبینید که سالها بعد بحث هولوکاست در اروپا مطرح شد، شما میبینید قتل عام ارمنی ها بسیار سالهای بعد مطرح شد. معنیش این نیست که اعلام جنگ دادن، معنی این است که با مو قربانیان و خانواده‌های قربانیان عرض گذاشته شوند. باید مردم بدانند که در حق این مردم ظلم صورت گرفته، جفا صورت گرفته، بیگناه اعضای خانواده‌هایشان را از دست دادن، بیگناه از خانه‌هایشان مجبور به کوچ اجباری شدند. باید مردم می‌دانست که سرزمین‌ها و باغ‌ها و اشجار این مناطق آتش زده شده. آقای کرزی به بهانه‌ای که وحدت ملی آسیب نبیند سعی میکرد که روی تمام حوادث خاک بریزن به این حوادث فراموش شود. عده از نخبگان سیاسی افغانستان که شامل اقتدار حکومتی بودن به خاطر حفظ چوکیشان هم گاهی به این مسئله اشارت نکردن و میترسیدن که باز وزارتشان از دست نره یا هم از معرکه قدرت به دور انداخته نشود. متاسفانه به همین دلیل در حق خانواده های شهدا ظلم صورت گرفت در 20 سال و سکوت شرم‌آور وجود داشت. بعدش هم دوباره مسئولین امی حوادث دوباره آمدن به افغانستان در اثر یک معامله استخباراتی و قدرت رسیدن و این بار تمام افغانستان به صورت کامل صاحب شدن و حکومت خدادادشان کماکان ادامه دارن و هنوز هم ایده در اروپا و آمریکا تلاش دارن که قباحت زدایی کنن از این گروه، سعی کنن بگن که این گروه یک واقعیت است و این واقعیت را باید پذیرفت و با این واقعیت کنار آمد. واقعیت حدود بیشتر از 400 نفر را در یک روز یا در مقابل چشمان خانوادهایشان به قتل رساندن یا به صورت دستجمعی به قتل رساندن یا هم هر جا که یافتن کشتن و بعد هیچ گونه احساس شرم و خجالت هم نکردن و هنوز هم فکر میکنن که بسیار کار خوب را انجام دادن. تا هنوز هم یاد شما شنیدیم که از طالبا از بس قزل‌آباد و یک اولنگ داشته باشن بگوین که در یک اولنگ دقل اشتباه شد. یک اولنگ اصلا مردمش گناه نداشت، جنگ رو که صورت نگرفت، در داخل یک اولنگ جنگ نبود و کدام دلیل جز به دلیل قومیت، مذهب یا هم زبان کشته شده. تمام این موارد مشخص نقض حقوق بشری است. اگر کسی
به دلیل مذهبش، اگر کسی به دلیل زبانش، اگر کسی به دلیل انتصابش به یک قوم خاص کشته میشه، نقض حقوق بشری است. به این مسئله هیچ کس توجه نداره. دنیا هم در برابر این حوادث خاموش است. باور من این است تا زمانی که ما خود ما به خود نیاییم، ما خود ما جلوی اتفاقات بد را نگیریم، ما خود ما به قاتل به زور یا به رضا تفهیم نکنیم که جنایت کرده و جنایت شب پذیره، کماکانی وضعیت ادامه خواهد داشت و این زنجیره ظالم و جفا کماکان سر دراز خواهد داشت و این سلسله ادامه خواهد داشت. ما انتظار از این اگر داشته باشیم که کشورهای دیگه میان در کنار ما میستن، در کنار خانواده های قربانیان یک اولنگ میستن، اتفاقا امید درست نیست. فقط خود مردم افغانستان است که میتونن مانع تداوم این گونه حوادث دردناک شوند. فقط خود مردم با اتحاد و با یک پارچگی میتونن در برابر تمام گروه هایی که خواستار برتری طلبی توافق تمامیت خواهی و یا هم اعمال زور و اعمال حکومت از طریق زور هستند بیستن و مانع تداوم این وضعیت شوند. هنوز ادامه داره این وضعیت. ما همیالم ما در مناطق مرکزی میبینیم که وضعیت ادامه دارد. اگر قتل عام نیست، کوچه اجباری است، تهدید است، توهین است، تحقیر است. زنان در شما شاهد هستین، بیشتر از 8-9-10 روز شده که در کابل، در دشت برچی، در خیرخانه با خود میبره و نامش را گذاشته که اینا اجاب را رعایت نمیکنن، داره که خود از اینا یک اداره قانونی نیستن. در کابل کدام دختر بی حجاب در عبور و مرور میکنه؟ در تردد است. کدام زن بی حجاب را کس دیدن؟ اما اینا فقط به بهانه این که میخواین شخصیت مردم، هویت مردم، غرور مردم را پامال کنن، زنان را زندانی میکنن تا برادرش، غرور برادرش را بشکنانن، تا غرور خود این زن را بشکنانن، تا غرور پدرش شکستانده شود، تا غرور شوهرش شکستانده شود. اینا یک ملت جبون میخواین، یک ملت محکوم میخواین. اینا مردمی میخواین که هرچی دلشان خواست انجام بدن و کسی یارای ایستادن را در برابرشان نداشته باشد. دیگر هیچ دلیل این گونه اعمال ندارد. قد تام ها در دهه 70 هم به همین منظور صورت گرفت تا مردم بترسن، مردم بهراسن. دیگه طالب را که دیدن سعی کنن خودشان در کنار بکشن، نه اینکه بگن چرا به حکومت رسیدی. قتل عام ها دلیل داشت و اونا دلیلش تحکیم حکومتشان بود بر پایه ایجاد ترس و رعب. این کار را کردن و در حال حاضر هم میکنن و هنوز هم ادعی از روشن فکران ما در پای تعامل هستن، ادعی در پای از این هستن که جنگ راه حل نیست. هیچ وقت به سر این جنگ راه حل نمیدانه، جنگ راه حل نمیدانه، اما جنگ در برخی از موارد ناگزیری است. امروز دختر مردم را زندانی میکنن، خانم مردم را زندانی میکنن، فردا همی نفر اگر یک تفنگچی عادی هم به دستش آمد مطمئن باشه که جنگ در میگیره. بدون از اینکه رهبران سیاسی چقدر معامله‌گر هستن، نیستن، چی کردن، چی نکردن، مردم دیگر تحمل نمیکنن. و یا هم باز شاید قتل عام ها باشن، یا از کوچه اجباری باشن، یا از سیاست زمین سوخته باشن. بالاخره مردم قیام میکنه، بالاخره جنگ در میگیره، این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه. با آصف رحیمی که در هالند مجلس میگیره به این خاطر که چگونه با طالب تعامل کنیم، کور خوانده. این مردم تحمل نمیتونه کنه. والله قسم میخورم براتون که با دست خالی مردم دوباره قیام خواهد کرد. مردم تا یک حد میتونه ظلم را تحمل کنه، نه اینکه برای ابد و تا قیامت ظلم قابل تحمل است. ظلمی که بسیار هم وحشیانه است، زنان را به رنجرها بالا میکنن و دختران میگیرین و پدر برادرش نگاه میکنه و هیچ کاری از دستش نمیه. مثل که در خانه ها در یک اولنگ داخل شدن،
در برابر چشمان پدران و مادران افراد را تیر باران کردن و فراموش میشد. لابیان که برای طالب لابی میکنن یادشان باشد که یک روز باز نیایند که بگویند که خوب هموطن هستیم دیگه، باید یک کار کنیم. امروز رفتن نیست، فردا آمدن نیست. هیچ چیز در افغانستان بر یک پایه نمیچرخد. هیچ چیز در افغانستان ماندگار نیست. حکومت طالبان هم ماندگار نیست. اما نه حوادث یک اولنگ فراموش خواهد شد، نه گریه و زوجه دختران کابل فراموش خواهد شد، نه ظلمه که در تاریکخانه های استخبارات علیه زنان در این سال انجام دادن، نه قتل عام پنجشیر فراموش خواهد شد، نه قتل عام اندراب فراموش خواهد شد، نه از بدخشان. مطمئن هستم شاید که ببخشید من زنده باشم نباشم، اما این وضعیت قابل تحمل نیست. امون فاروق اعظم که در ارگ یک سخنرانی داشت و بالاخره نتیجه سخنرانیش این بود که از مناطق قندار چرا تعداد کسانی که کامیاب میشن در کنکور دانشگاه کم است و از مناطق قزارجات زیاد، باز اینا سهمیه بندی کردن، یک سهمیه بندی احمقانه، نابخردانه، برتری جویانه، نجات پرستانه. گفت که این قابل تحمل نیست، داد از غمل و ول ندید. من میگم که هیچ نگران نباشید، این وضعیت قابل تحمل نیست. طالب محکوم به شکست است، طالب محکوم به نابودی است و همراه طالب بسیاری از دوستایی که فکر میکنن تحصیل یافته هستن، تکنوکرات هستن، به ارزش‌های دموکراتیک پایبند هستن، اینا هم محکوم به شکست هستن. چرا؟ متاسفانه اینا در تلاش قباحت زدایی از چهره کثیف‌ترین گروه سیاسی نظامی در افغانستان هستن. من بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. یک بار دیگه دعا میکنم که خداوند شهدای نزده جدی یک اولنگ را مغفرت کنه. امیدوار هستم که این سیاهی و این استبداد از افغانستان برچیده شود و این گونه حوادث دیگه تکرار نشود. سلامت.